به نام یاد خدا. عزیزان گرامی، بیننده های خوب تلویزیون آریانا، یک دنیا تشکر که گزارش زنده ما را به خاطر دیدن انتخاب کردیم. ما به پل باغ عمومی شهر کابل آمدیم و بدون شک شما وقتی در پس زمینه میبینین که تو فروشی های پل باغ عمومی شهر کابل است. به این ساحه آمدیم تا ببینیم وضعیت کاروبار شهروندان ما چگونه است. مردم ما شکایت دارن از کار و یا روزایی است که کاروبارشان خوب است. شما میدونین که پنتونا رخصت است، مکتبا رخصت است، نهادهای آموزشی در کل رخصت هستند. وقتی اونا رخصت باشن کمتر میتونن که چپتر بخرن، کتاب مزامین خود را مهیا بکنن. وقتی چنین موضوعات نباشه بدون شک کاروبار کتاب فروش ها همچنان خوب نمی باشه. روزای دیگه سر کتاب فروش ها گیروبار مردم خیلی زیاد می بود، اما امروز ما آمدیم در گل سرخ، هنوز کسی نیست که بیاین و کتاب بخرن. اما از یک نگاه یک تعداد از شهروندان گفتن که روزهای اگر قرنطینه هم نیست، روزهایی است که موضوع ویروس کرونا است، هر کس در خانه های خود باقی بانن و بشینن و کتاب بخرن، کتاب مطالعه بکنن، خیلی مفید است و خوب است. باشد من امرای اینی کتاب روش کمی گپ میزنم و بس. سلام با شما، نامتان چیه؟ احمد پوپل. پوپل جان، زیاد نمیخوایم مزاحم شما به خاطر که شما صبحانام نوش جان میکنین. امیل از گزارش شما زنده است از تلویزیون آریانا، بگوین که در این روزا کتاب فروشی است نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه در این روزا مردم با نسبت به دیگه چیزا به کتاب بسیار زیاد رو آوردن و این خوشبختی است بر مردم افغانستان. خوب، خیلی فروشات خوب است. شکر الحمدلله. بله، ما نوخی جگر خونی کردیم که کاروبار تا نیست. خب کاروبار خوب است، اما جای مناسب نیست. شما ببینید که وقتی که گرمی میشه ما یک جای مشخص به خاطر نداریم که کتاب خود محافظت کنیم، همچنان سردی میشه به اون قسم کتاب ما تر میشه، یک جای مشخص نداریم برای کتاب فروشی خود. اما از زمانی که یادم میاد ما رفت آمد دارم در پل باغمی، همیشه رول یک دفعه جر جمع میکنه باز جور میکنه، جمع میکنه باز جور میکنه، باز یک رقم همیشه که اگر همیشه باشه یا هر جای باشه یک در مناسب تر که برتون مهیا بسازن. دقیقاً همین گپ است و همین جای است که تقریبا از ما که به خاطر مرم است اضافه تر 40 45 سال قدامت کتاب فروشی داره اینجا و همین سو برای علم فرهنگ خوب جای است. خوب است که مناسب تر بسازن همیشه. بله بله، تشکر. شما اون کتاب فروش هستین بدون شک. ای از شماست. بله. تازه اومدین دیگه که باز. بله، نو اومدیم کار. چند سال میشه اینجا کتاب فروش هست؟ ما 20 سال میشه. 20 سال میشه. بله. ما حتی در وقت طالبان به میشی بوتی به خودتان یک کس دیده بودم، اما او لونگی بسته میکرد. شما خونه هستین؟ کتاب فروش بود. ایو از خودم از خودگیای میشه. از خودگیای. بله. این مقصد میشناسم شما. من از زیاد کتابای مکتب میخواستم بخرم. درست. بله. چطور کاروبار شما؟ والا بعد از این قرنطینه نسبتا کم خوب شده. کم خوب شده. بله. در خانه قرنطینه ماندین یک مدت؟ دو نیم ماه. گورکدگی هم خلاص؟ حتما دیگه، یک چیز واضح است. تحصیلات خودتان چه قسم است؟ من تا 14 مکتب خوندم. تا 14؟ بله. اما مطالعه زیاد دارین فکر میکنم. خوب است و قدر. کتاب زیاد دارین، دبیکاری خوانده میرین؟ حتما، همینجا وقتی که من فرصت میشم از این موقع استفاده میکنم. خوبترین کتابی که مطالعه کردین به نظرتان جالب بوده کدام کتاب بوده؟ من البته زیادتر شخصا خودم به تاریخ زیاد علاقه زیاد دارم. یکی از کتابای تاریخی را میشه بگوین که براتون دلچسب بوده؟ البته گفته میتونیم از نویسنده‌های بسیار عزیز خود مرحوم غبار، استاد فرهنگ است. اینا برای ما بسیار. من زگرا رو نخوندیم، تنها از غبار خواندیم، اما بار بار میخونم، هنوز هم میگم بخونم. بله، یک چیز واضح است، من بسیار علاقه مند از این کتاب هست. بسیار تشکر از شما. هم چرا، کتاب های خیلی خوب اینجا وجود داره. نگاهی به کتاب فرستاده همه عالم، این تو کتاب های خوب و خراب خراب نیه بباشین. آله یک کمک تصویری از این کتاب ها رو هم داشته باشین. عنوان های خیلی خوب داره، عنوان های خیلی خوب داره. اعتماد به نفس، دستیابی به آن و زندگی با آن، موفقیت نامحدود، شفای زندگی، عزت نفس، چگونه از فرصت های زندگی به خوبی استفاده کنیم. خدا آموز پشتو، کسی که میخواد پشتو یاد بگیره. این کتاب خوبی خیلی زیاد شده. قدرت
جذبه چگونه دیگران را با خود به خود جذب کنیم. براین ترسی، ران آردن. شاهزاده و گدا، اثر مارک توین، مترجم داریو شاهین، تخلص هماین هوتک. خب تشکر که بیننده برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا هستین. بیاین اندکی طرفتر همچنان بریم. هر کس آمده با کراچی و یا همون کپی که ساخته میخواه لقمنان ما آیا کنه. سلامونه. و علیکم سلام. چنگه لالا؟ الحمدلله خیر. چه خرچوی ده ده خو معلوم داره دنو؟ ده مساک دی و تسبیح دی واسه. مساک کم زینه روڑی؟ ده پکتیکان و هلمن نه ده دیزه نه. پکتیکا و هلمن نه؟ او هلمن نه. ده ده اونی ریشه با اینو؟ نه اونی ریشه نه ده بوتی دی. بوتی دی؟ او ده بوتی دی. ده بوتی فقط مساک ده پار استعمالی گی؟ او فقط مساک ده پاره ده. بلشی ده پارم جهانی سپاس از هماین افغان و گزارش خوبی که همین لحظه برای شما ایزد در نظر گرفته بود. متاسفانه ادامه گزارش نتونستیم بر شما تقدیم کنیم، یک مشکل تکنیکی پیش آمد. اگر مشکلش حل شد و رفع شد، بازم به طرف ادامه گزارش هماین افغان خواهیم رفت و در منطقه پل باغمویی حضور داشتن و در اونجا خیلی بیربار هم بود و با کتاب فروشای از ما دیگه صحبت داشتن. خب گزارش افغان ادامهش با هم ببینیم، مشکلش رفع شد. باز هم بیننده برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا هستین. معذرت، وقت موتورهای زره تیر میشه تصویر ما را قطع میکنن، حتی موتورهای زره به ما هم آسیب میرسانن. ای که به دیگه مردم چقدر آسیب میرسانن از او خو هیچ نپرسین. مردم به گونه عادی برفت و آمد پرداختن. سلام، انشالله که مزایم نباشم. نه ملایم است لالا. بولانی فروشی؟ بله. خدا مردم افغانستان بی بولانی نکنه. الهی آمین. هم ارزان است هم مزدار. به شک نشد. چند بجه در کار آمدی؟ شش بجه. شش صبح تا چند بجه کار میکنی؟ تا شش شام. تا ساعت شش شام کار میکنی؟ بله. روزانه چند دونه بولانی مفروشی؟ 300 400. چند نفر شریک هستی؟ دو نفر. دو نفر. از یک خانه؟ نه جدا جدا. جدا جدا. خودت صبحانه چی میکنی؟ خودم صبحانه قیماق پنده. از چیزا نمیکنی؟ میخوریم اگه بند روز. وقتی پیشروی تر دل سرد میشه. بی کرایز دیگه. مکتب خوندی؟ نه. این کار خراب. نه. زن اولاده؟ ما شدیم نه. نه. خدا حافظ. برو بخیر. سلام علیکم. بیننده گزارش زنده ما از بخش کتاب فروشی های پل باغ عمومی شهر کابل هستین شما. سلام. همینجا یک نمایندام داشتین شما وقت بیشتر بود؟ کجا بودم و آدم ابروی سفید فوت کرد؟ او چقدر دمی مسئله کرونا من فوت کرده؟ مسئله کرونا فوت کرد؟ آدم کرونا فوت کرد. چند روز میشه یا چند ماه میشه؟ تقریبا یک دو ماه میشه. دو ماه میشه. چقدر آدم خوب بود بیچاره. آلا کس دیگه هست نماینده تو؟ فعلا بنام بایجان عبدالله. یک کس معیوب هم بود. معیوب؟ شاعر هم بود. هستن اون آلا؟ چیلم میگه؟ فکر کنم از بدخشان بود. نشناختین؟ نشناختین. شایق. فاریابی بود؟ خو هستن آلا؟ نیست هم؟ خو نماینده شان فوت کرده، خداوند مغفرت شان بکنه. کاربارتون خوب است نیست؟ خوب است. چقدر خوب است؟ پیسه موتر مبره؟ پیسه کرای موتر نان یعنی چای صاحب مبره. ببینم که چای صاحب یه چیز ندارین. خالی است. بخی خالی است. نوش جان تشکر. تشکر. تشکر از شما که بیننده برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا بودین. هیزان گرامی آمده بودیم به پل باغ عمومی شهر کابل. اگر میخواین کتابای خوب به دست بیارین، حتما بیاین به اینجا سر بزنین به پل باغمی. کتاب فروشی های زیاد است. ده میرزا علم حمیدی کتابیات تفریقی آثار او ناجب. خب این کتاب پشتو است. شما و استودیوی صبح زندگی تلویزیون آریانا.
تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.